gunoi mai ci zdega. زنم خدا اگه برازی بچم میداد شاید هر روز شید میبود. چی سادی خدا ازی بالمونه برای خود نگاه میکنه. رمزاده is Amir. Where are you from? Oh, someplace from the east. I can't believe you. Yes, I do. Yes, I want to go this way. I can empathize with you. Life is full of ups and downs, but don't let past memories haunt you. خب بیننده عزیز بازم خوش آمدین به برنامه خودتان، البته برنامه نماس، اما این بار نما را ویژه ساختیم که با خانم لینا علم که مهمان برنامه ماستن اما ما مهمان خودشان هستیم. تا با حال بخی لبای ما خوش شده چیز نخوردیم، چرا که یک کم ذره گفته خودشان که در یکی از برنامه های دیگه هم گفتن که ما کم ذره تنبل هستم در این کارا. خب بعدا باز میریم چیزی می نوشیم و نوش جان میکنیم. ما فکر میکنم شما از ما که وقتا دفتر رسیده باشین شو ما درینکتان معلوم میشه اونجا نوشدین از شماست. شما چرا وکیل میشه؟ چطور که پیش بینندهایتان دروغ میزنین نوشابیتان اونجاست؟ خب سرد نیست. سرد نیست؟ بعدن سرد میخواییم. خب تشکر از اینکه شما در کنار ماستین، افتخار سینمای افغانستان، اما تأسف دهی است که شما از سینما میخواییم کنارگیری کنین. با امید از اینکه شما همیشه با سینما افغانستان باشین و شما کار را آغاز نکردین که از یک آدرس سرک کوچه باشه، شما کار را آغاز کردین که از مسیر خود سینما بوده و این را شاهدش من بزرگای سینما همیشه از تان تعریف میکنم و حال شما را از طریق برنامه ما میبینم. در پالوی فیلم عشق خاموش شما فیلم های دیگر هم دارین که حتی کاندید بیرون از افغانستان و جایزه های خوب هم گرفته. بله، اول پارت اول سوالتان میخوام جواب بدم که
تشکر از اینکه قدر درباره من چیزای خوب گفتین. من لیاقت چندان ندارم چون کارهای من بسیار کم است. کارهای من بسیار کم بوده. اما ببینین در افغانستان ما از نظر ما سه رقم فیلمسازی وجود داره. یعنی فیلمسازی در سه کاتگوری تقسیم شده. یکی که فیلمای بسیار کمه، یکی 2% که ساخته میشن، مثلا بزرگا و میسازن. آقای صدیق برمک فعال بوده در این راسته که بسیار زیاد افتخارات سینمای افغانستان اصلا صدیق برمک برملا ساخته برای مردم. بالکل. و دوم از این که سینمای جواناست که جوانا با فیلمای مستند و کوتاه خود، هم مستند و هم کوتاه هنری، یگان فیلما میسازن که فعالیتشون فکر میکنن بیشتر از سینمای سیومیره که برتان بله سینمای تجارتی. و اطور است که ما در اینجام خلاف نظر هستم که بعض بزرگا سینمای تجارتی را یا پرمخاطبه لقبش برای سینماگرایی که از او فیلما گویا میسازن میتن، در حالی که فیلما مکمل مبتذل است. در نظر ما فیلمایی که به نام تجارتی یا پرمخاطب ساخته میشه و یکم که شکایت گونه هم همچنان برای بزرگان میگم که با این نوع تشویقی که فیلمسازای پرمخاطبه میگن که یعنی فعالیتشان بیشتر است یا فیلمای خوب میسازن، این نوع تشویق خوب نیست. بیش از 100 چند کمپانی که وجود داره تماما فیلمایشان که ببینین اصلا محتوا نداره، اصلا قصه نداره، اصلا مطلب نداره که به مردم از نگاه تکنیک همچنان هیچ چیز نداره. و ما خوش نیستم از این گپ که با تشویق در بعضی جایا ناحقی که میکنن بزرگا از اونا. خب از یک نگاه خوب است که اقلا اونا خو فعال هستن، مگر به نام فیلم افغانی که اوتو فیلم ها خارج از افغانستان میره، این یک نامبدیه یا یک نوع خب بینندگان بیرون تلقین میشه دمو فیلم ها. بله وای درست نیست و نمیتونی که نمای سینمای افغانستان بر بیرو یا نماینده سینمای افغانستان بر بیرو این ها فیلم ها بره و سینمای افغانستان به این ها فیلم ها شناخته شد. ای از نظر ما بلکل اشتباه است. و ببینین مثلا در این شرایط که اقدر این مملکت پرابلم های داره که بین جنگ و صلح اقدر گپ هاست و اقدر مردم کوشش میکنن که از یک طرف مردم میخواه جنگ کنه و از یک طرف میخواه مردم صلح کنه، مگر یعنی سینما باید در این شرایط نماینگر یک آینده خوبتر باشه و یا الهام بده به مردم، زندگی بهتره، الهام بخش باشه به مردم. اما از طریق فیلمای مبتذل که ساخته میشه، مخصوصا این جنگ افزارهایی که استفاده میکنن، مخصوصا به شکل که از اون جنگ افزارها استفاده میکنن، اصلا خود کمپلیت سیستم سینما در او وجود نداره در فیلمایشان. و برخلاف قدر خراب و در او افتخارم میکنن وقتی که یک نفر کلاشینکوف یا کت راکت میزنن و کلی از او میپره و یا خون از بدن از او جاری میشه، او افتخار او سینماگر است. من اصلا مخالف از ایگه بستم، در حالی که خود سیستم سینماگری تو بلد نیستی که اصلا فیلم تا چه قسم بسازی و یکان تخیلایی که دور از حقیقت همچنان است. اگر تو میخوای یک فیلم جنگی بسازی که بین مثلا بین آله که میگن که بین دولت و مخالفان دولت هست، این یک نوع چیز داره، یک نوع یعنی قابل تحمل است، چون که اینمی موضوع هست فعلا. مگر وقتی که از خود یک تخیل میکنی و از خود یک گروه میسازی و او گروه هم به چه شکل او رو نمایش میده در فیلم و او اصلا حقیقت نداره در جامعه افغانی و تو نیست که یک نفر یک گروهی باشه و باز عجیب و غریب. اما خانم لینا علم فیلم سینمایی که یا میسازه با آدرس خودشان با گفته بزرگا و خودتان هم ایره به سه کاتگوری تقسیم کردین،
فیلم های مستند و فیلم هایی که مثلا بیرون از افغانستان کاندید میشه، فیلم های گفتم میتونه فیستیوالی و یک فیلم هم که فیلم بازاری یا خلاصه فیلم تجارتی، اما یا همین کار میکنن که همین فیلمشان حداقل به فروش برسه. و در اینجا هم دو نوع تجارت است، یک تجارتی است که مثلا شخصا ما خودم اگر بخوایم در یکی از فیلم ها نقش بازی کنم باید ما پول بپردازم، این یک تجارت است. تجارت بعدی که اگر این فیلم بزنس کرد از اونجا برشان میمونه. خب در کنار از این بعضی کس هست که فیلم های خوب هم میسازم، مثلا اگر فیلم تجارتی میسازم فیلم خوب هم میسازم، بعضی مسا هست که زحمت میکشن واقعا، اما اکشنشان، اما گفته شما تفنگشان، اما چیزاشان طور به تصویر میفته که ادقل قابل قبول هست که شما پیشتر یادآور شده مخالف دولت و بعضشان امو چیزا رو به تصاویر کشیدم. از اون جمله گفتم میتونم فیلم انجام آقای بصیر مجاهد و فیلم ایمان آقای رسول ایمان که دو خودش نقش بازی کرده و یکی از دوستا بیرون از افغانستان آمده بودن که آقای آرس کارگردان و ادیتور از فیلم هم خودم هستم. در اونجا تا جایی که من خودم هم در ادیتش بودم واقعا یک جنبه یک طرفه نداره، حداقل معلوم میشه که مخالف کی است و چی میگن اما هیروی فیلم کی است. اما بعض فیلم ها مثلا واقعا که دوستا او را باز برعکسش، خانم لینا زمانی که ما در بازار میرم از نظر دوستا میگم کدام فیلم خوشت میاد، میگن که اینی فیلم که اینی بچه که اینی را میکشه. خب بخاطر اصلا کنین یک بیننده آم، مثلا یک دکاندار است، مثلا یک دیخان است، یا یک کراچی کسی که سر کراچی کار میکنن، یعنی اقدر محتوای خود فیلم اقدر دایش آموخته کدن مغز مردمه و اقدر افکار مردمه با او سیستم سینما آموخته کدن که سینمای اصلی را مردم اصلا برش بلد نیست و این درست نیست. خب بالاخره رای گریز از چی هسته؟ آیا ای هسته که مثل فیلمش خاموش، مثل خانم لینا علم پرودیسر فیلمش خاموش کناره بگیرن یا که چی تغییرات باید دهید؟ نه اصلا من نمیگم کناره بگیرن، اما ببینین باید یک برد باید تیار شود، یک نه مثل نشست هایی که همیشه مردم دارن این سینماگره دارن و اون نشست ها و اون میتینگ ها مثل سیمیناره که اروز شاهدش بودیم نکابل لنداری که برگذاشت. بله یعنی از اینا اصلا باید عمل و ایجاد شوه، نه ای که بحث میکنن و در سالهای 40 سال قبل میرن و او افتخاراتی که داشتن یا فیلمایی که داشتن او را همیشه سرش بالاش گپ میزنن و در این 30 سال که اصلا کار نشده زمان حال 20 سال خب بگوییم که 10 سالش یک نوع جنگ بود، 10 سال دیگهش، اما این 10 سال دیگه بسیار زیاد یعنی اپورتونیتی یا برتون بگوییم که موقعی بسیار خوب بود که از این 10 سال بله از این 10 سال بسیار استفاده شود، مگر کلانای ما همیشه میرن در گذشته خود و از اون گذشته چیزی که بود یا نبود اونمو را یعنی سرش فخر فروشی میکنن، یعنی از خود میگن این درست نیست. حال بگو بابا حال چی کردی تو که وقتی که دیگران نمیمونی، مثلا وقتی که سردگرا انتقاد میکنی بگو خود چی برشان یاد میتی، تو سیستم برشان یاد بده. و حال میگم که مثلا اینا باید یک برد ایجاد کنن که وقتی که یک سناریو نوشته میشه اصلا مانیتور شود، مانیتور یعنی کنترل شود که سناریوش کنترل شود، تصویب شود، بعدا خود وقتی که میبینن که یک تجربه از اون نفر خلاصه یک چک ارزیابی داشته باشه، بالکل وقتی که فیلم ساختن، وقتی که سناریوش و وقتی که شوتینگش، وقتی که فیلمش میبره، وقتی که فیلمش پیش از اینکه برای به مردم یا به پبلیک حتما اون رو کلانا میبینن، یک اوپنینگ یا یک افتتاحی برای کلانا دارن سینماگر میاد و اینا باید اونجا یا تصویب کنن فیلمش یا نکنن و اینا